محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت از سیدنی استرالیا با ماست. آقای عظیمی، آیا شنیده های شما چه هست درباره اینکه از چه روش های خلاقانه استرالیا داره استفاده میکنه برای برگرداندن پناهجویانی که از طریق آب میخوان به اونجا برسن؟ ببینید آقای تونی عباد از زمانی که به عنوان نخست وزیر در سپتامبر 2013 انتخاب شد وعده دادش که دیگه هیچ پناهجویی وارد استرالیا نخواهد شد و اسکان داده نخواهد شد. خب حدود 65% مردم استرالیا با این سیاست ها موافق بودن. خب باید در نظر داشته باشیم که مثلا در سال 2014 حدود 1 میلیارد دلار فقط هزینه نگهداری از 2200 تا پناهنده بوده در اردوگاه‌های خارج از استرالیا. خب به نظر من این روش های خلاقانه، حالا من میتونم اسمش رو بذارم لطایف الهیئل، دولت داره به هر ترتیبی استفاده میکنه که هیچ پناهجویی وارد استرالیا نشه. یک مقام دولت اندونزی گفته اگر این خبر درست باشه که مقامی استرالیایی هزاران دلار به قاچاقچیان انسان سوار بر قایق پناهجویان دادن تا قایق رو برگردونند، این نشون دهنده اینه که دولت استرالیا آماده است که رشوه بده به قاچاقچیان. ببینید آقای تونی عبوت این موضوع نه تایید کرد و رد هم نکرد و حتی گفتن که در این خصوص حتی نمیخوان دولت هیچ تحقیقی انجام بده. به نظر من بیشتر یه حرکت سیاسی، همینجور که عرض کردم 65% مردم استرالیا موافق سیاست‌های دولت هستند در قبال پناهجویان و به نظر من آقای تونی عبوت بیشتر به دنبال کسب نظر مردمه. حالا این وسط یه هزینه ای هم بخواد به هر ترتیب بخواد هزینه بشه و سیاست های دولت بخواد پیش بره، به نظر من براشون قابل توجیه. محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت در سیدنی، متشکرم از صحبت با ما. آشان. سرخط خبرهای مهم روز.